به نام خدا و شبتان خوش به برنامه مناظره کابل به گونه زنده از تلویزیون یک خوش آمدید. اولین پرسش هایی که در خانواده از کودک ها میشه و چی است؟ کودک هایی که تازه به گفتن آغاز میکنند، خانواده ازشان میپرسه که چی میخواهند آینده شوند؟ دکتر، انجینیر، حقوقدان، سیاستگر و اقتصاددان. همه ای وابسته است به امتحان و امتحان در افغانستان به گونه رسمی آزمون کانکور است. گاه واقع شده که ده ها سال آرزوی در ذهن و در دل داشته باشین که یک شبه و آرزو از بین بره؟ بله، شاید هم به نتیجه های آزمون کانکور افغانستانی تجربه را زیادتر داشته باشن. بحث امشب برنامه مناظره کابل با بسته تصویری و معلوماتی کمکارم عصیب مودودی تهیه کرده آغاز میکنیم. کانکور بدون شک این آزمون بزرگترین رویداد در زندگی جوانان است. تنها راه رسیدن به دانشگاه ها و رقم زننده سرنوشت و آینده دانش آموزان. همانند اینان همه ساله هزاران دانش آموز در آزمون ورود به دانشگاه ها شرکت میکنند. اندخته های 12 سال مکتب را می آزمایند تا یک گام به جلو به دانشگاه ها راه یابند. هرچند این آزمون برای برخی ها آینده روشن و برای شماره هم فرجام تاریک به همراه می شود. در گذشته ها چگونگی این آزمون هر گونه ای که بود در 12 سال اخیر اما پیشینه نداشته است که کانکور سر و صدا های ایجاد نکرده باشد. تقلب در آزمون پایین بودن ظرفیت پذیرش دانشجو و راه یافتن برخی ها بر بنیاد روابط در دانشگاه ها بزرگترین برچسب ها بر جبین کانکور بودند. گاه اتهام ها و شکایت ها در این باره فراتر رفتند و حتی قومی شدن کانکور، داخل شدن مسائل قومی و سمتی و مسائل دیگری از این دست نیز در کنار این آزمون جا گرفتند. این بار اما آزمون کانکور چگونه گذشت؟ 261,000 دانش آموز برای راه یافتن به دانشگاه ها نام نویسی کرده بودند. از این میان نزدیک به 229,000 دانش آموز عملا وارد رقابت شدند. وزارت تحصیلات عالی در 41 حوزه آزمون کانکور برگزار کرد، هرچند با تعویق و یا باطل اعلام شدن نتایج در برخی از جاها. نتایج آزمون کانکور در 20 حمل اعلام شد، در هفته سوم آغاز سال تحصیلی در حدود 15 روز پیش. اخی مردم تلف نکنن. اعلام نتایج روشن ساخت که از نزدیک به 229,000 شرکت کننده آزمون کانکور تنها 55,000 آنان به دانشگاه ها راه یافتند، یعنی چیزی در حدود 26% شرکت کنندگان. هیچ هم مرتبه کسی که توجه را نکرده. 55,000 دانش آموز دیگر به مؤسسات تحصیلات نیمه عالی معرفی شده بودند. نزدیک به 500 دانش آموز به گونه رایگان به دانشگاه های خصوصی معرفی شدند و در حدود 30,000 دانش آموز دیگر با تخفیف به دانشگاه های خصوصی راه یافتند. این بانو که نامش شهره است با گرفتن 352 نمره مقام نخست آزمون کانکور را به نامش ثبت کرد. نصف نمره شهره که 176 می شود معیار کامیابی در کانکور تعیین شد. با این حساب نزدیک به 91,000 دانش آموز ناکام شناخته شدند. پس از اعلام نتایج موجی از دانش آموزان به اینجا در برابر وزارت تحصیلات عالی آمدند تا از سرنوشتشان آگاه شوند. برخی ها ناراحت از ناکام ماندن، شماره شگفت زده از راه یافتن به دانشگاه های انتخاب ناشده و عده هم نگران از نبود نامشان در میان شرکت کنندگان آزمون کانکور. آدم خان هم خودش را از ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به اینجا رسانیده است. او شگفت زده از راه یافتن به مؤسسه تحصیلات نیمه عالی است، هرچند ادعا دارد که نمره بلندی در کنکور گرفته است. نمره من بلند است، ما نمیخوایم که این را بخوانم، ما میخوایم که تحصیلات عالی بر ما بده. این نیمه عالی است، نمره ما از انتخاب بلند است. نمره من این را قبول ندارم. همون کسایی که واقعا میفهمن، یعنی واقعا اونا توانایی از زیر دارن که نه یک چیز صحیح شون، اونا باید پیش شون. کسایی که به زور پیسه و به واسطه پیش میشن، و آینده کشور چی میشه به اون؟ در آزمون کانکور ادامه آموزش برای برخی ها وابسته به پرداخت پول شده است. مثلا این شرکت کننده کانکور که به یک مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی معرفی شده است، ادعا دارد که این دانشگاه از وی پول خواسته است. عبداللطیف برگه شکایت گرفته است تا به دادش رسیدگی شود. هیچ این را انتخاب هم نکرده بودیم در خصوصی را. در 285 نمره ما را در خصوصی دادن. او هم پیسه میخواید. رایگان نوشته کرده و جمعه میگه رایگان چی گپی چی. ما پیسه یکیست. اگر قانون اساسی در ماده 43 تحصیلات عالی را تا مقطع لیسانس رایگان تضمین کرده است،
آیا ادامه تحصیل برای برخی ها با پرداخت پول در مغایرت با قانون اساسی نیست؟ رسیدن تا آزمون کانکور گذشتن از این مرحله را می طلبد. دوره دانش آموزی که کیفیت بهتر درس های مکتب راه یافتن به دانشگاه ها را می تواند تضمین کند. حال ناکام ماندن اکثریت مطلق دانش آموزان در کانکور کیفیت آموزش پرورش را نیز با پرسش های به همراه ساخته است. ما نمی پذیریم که کیفیت تاثیر منفی در جذب و راه یافتن محصل به تحصیلات عالی شده. راه نیافتن محصل به تحصیلات عالی به دلیل ظرفیت جذب کم در تحصیلات عالی است. کل مؤسساتی که دست یک کدن دمی 3 سال 50000 تا 55000 و 60000 از این بیش ظرفیت نداره. تاریخ 31 ماه حمل قطعی نشین کرد کردی سور کرد. مجلس سنا وزیر تحصیلات عالی و وزیر معارف را فراخواند. سناتوران پرسش های بسیار داشتند. امتحان در فضای باز گرفته شد. جناب وزیر صاحب شما دایکندی را به خوبی میفهمین. در 21 قوس در فضای باز در یک دشت ناخدا آیا امکانی برگزاری امتحان کنکور هست؟ اتاق هایی که از طرف ولایت در نظر گرفته شده بود در این اتاق ها هیئت شما قبول نکردند. سوالاتی که در ولایت هرات فروخته شده بود و برای مردم شاگردان توزیع شده بود، وقتی که کسایی که گرفتار شدن، حتی کسی که مجرم بوده گرفتار شده، مثلا مدیر مکتب بچیش، برادرش، کاکایش، مامایش گرفته شده، ولی از کابل کسایی که سوالا را به زنا فروختن چرا آزاد میگردن؟ تنها گزینه برای راه یافتن دانش آموزان به دانشگاه ها فعال شدن بخش شبانه این دانشگاه ها گفته شدن. وزیر تحصیلات عالی پرده برداشت که نه دولت و نه کمک کنندگان حاضر به تمویل بخش شبانه دانشگاه ها هستند. او گفت 24 میلیون دلار نیاز است تا 80 هزار دانش آموز در بخش شبانه دانشگاه ها آموزش ببینند. محترم وزیر تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان، مجلس نمایندگان نیز در نخستین روز همین ماه وزیر تحصیلات عالی را در نشست عمومیش فراخواند. برخلاف سناتوران، تنها 5 نماینده مجلس فرصت مطرح ساختن پرسش هایشان را یافتند. چرا 128 هزار محصل ما در پانتون دولتی امروز راه نیافت است؟ به خاطری که پانتون ساخته نشده. چرا پانتون ساخته نشده؟ به خاطری که وزیر اینقدر لیاقت و جرأت و دلسوزی را نداشت که پولی که برش داده بود که پانتون بسازن نساخته. بگذارین حرف من قطع نکنین که ایران ما ثابت میکنیم. اینجا من حرف موکلی نمیرسانم. اعمار تاسیسات و تجهیزات پانتون بلخ بودجه 92 مصرف صفر. آقای بشردوست از مصرف نشدن بودجه تحصیلات عالی در بسیاری از ولایت های دیگر نیز پرده برداشت. بدخشان انستیتوت نپانتون، فاریاب مصرف صفر، هرات مصرف صفر، بغلان مصرف صفر. در قسمت محصلین به انصافی های آشکار صورت گرفته است. به طور مثال محصل با عقض 314 نمره و انستیتوت زراعت دامان ولایت کندهار معرفی شده، در صورتی که محصل دیگر با گرفتن 302 نمره با پوهنزه طبی پانتون کابل معرفی شده است. تدابیر وزیر محترم یک دقیقه. این نشست با بی‌نظمی های به همراه شد. به ویژه که هیئت اداری فرصت مطرح ساختن پرسش را به نمایندگان مجلس نداد. فرمایید بشردوست. رمضان بشردوست از تالار عمومی مجلس نمایندگان بیرون کشیده شد، هرچند وی از معامله برخی نمایندگان مجلس با وزارت تحصیلات عالی یاد کرد. 4 لک یا 400 هزار که از معارف فارغ میشه، 400 هزار خب من نمیتونم که در تحصیلات عالی جذب کنم. بنابراین رای معقول شیست که من ظرفیت خود به وزارت محترم معارف اعلان بکنم. وزارت محترم معارف به اساس نمرات 3 سالش ایره معرفی بکنه همون ظرفیت که من دارم، به شکل متوازن بیشتر اول نمره ها و اینامه، و در اون صورت میباشه که کیفیت تحصیلات عالی هم عالی میشه. تحصیلات عالی جبری نیست؟ رایگان است ولی جبری نیست. من مکلف هستم که تمام اطفال عمر مکتب در مکتب شامل کنیم. در فکر ازیش نیستم که همهش بره به تحصیلات عالی. فراخواندن وزیر تحصیلات عالی به مجلس سنا و مجلس نمایندگان هم گذشت، اما روشن نشد که سرنوشت نزدیک به 91 هزار دانش آموز چی خواهد شد. روشن نشد که چی زمانی به این موزل پایان داده می شود. تضمین هم داده نشد که سال آینده چنین رویداد تکرار نشود. حال با این اوضاع تنها یک چیز روشن شده است. دانش آموزان کنکور را نسبت به یک آزمون بیشتر یک هیولای بزرگ میپندارند. دوباره خوش آمدین. اینجا امشب در مناظره کابل با من
آقایان پوهان دکتر برای صدیقی معین امور مسئولان وزارت تحصیلات عالی افغانستان، پوهان دکتر محمد انور شمس رئیس عمومی امتحانات کانکور، آقای احمد بهزاد عضو مجلس نمایندگان افغانستان، محمد آصف ننگ معین تعلیمات تکنیکی و مسلکی وزارت معارف افغانستان حضور دارند. مهمان ویژه هم داریم. مهمانان ویژه ما دکتر سیار مهجور متخصص امور تحصیلات عالی در افغانستان و استاد نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان است. در کنار جوانا هم از جای متفاوت اینجا حضور یافتین تا در ادامه برنامه پرسش‌های داشته باشند. پوهان صاحب با شما آغاز بکنم. وعده به گونه‌ای بود که پرسش‌هایی که در این گزارش مطرح میشه یکا یک با شما مطرح میسازم. یک عزیز ادعا داشت که شما او را به گونه‌ای رایگان به مزار شریف معرفی کردین اما دانشگاهی که قرار است تو درس بخوانه نمیپذیره. 500 دانشجویی که این گونه صورت گرفته مکانیزم بر نظارتش وجود داشته یعنی جزئیات چی است؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام خدمت بینندگان محترم تلویزیون یک، میهمانان عزیز جناب بهزاد صاحب، جناب ننگ صاحب، پوهان صاحب شمس و همچنان دستان در کاران تلویزیون یک. ما در شروع میخواهیم که راجع به کنکور امسال توضیحات بسیار کوتاهی داشته باشم. کنکور یک پروسه ملی سرتاسری و رقابتی است که همساله از طرف ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی با منظور جذب فارغای صنوف 12 مکاتب مرکز و ولایات در موسسات تحصیلات عالی و نیما عالی دایر میشه. امسال مثل که در گزارش پخش شد در حدود 229,000 داوطلبای کنکور عملا در امتحان اشتراک کردن و از جمله به تعداد 138,000 تن که 60% مجموعه مشمولین کنکور تشکیل میده به موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی و خصوصی معرفی شدند. بر وضاحت بیشتر 26% ادعای گزارش بود که تنها تانستین وارد موسسات تحصیلات عالی دولتی افغانستان شد. هدفی است. شما من امیل وارد در مکرویان دیدم که علت اصلی به نتیجه ماندن اکثریت مطلق جوانان در امتحان کنکور چیست؟ اصلا با همین جمله ما موافق نیستم به خاطر که اکثریت مطلق شما میفهمید که از 229,000 نفر 138,000 با موسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی را پیدا کردن با نتیجه است در حدود 90-91,000 ناکام داریم. بیشترین متقاضیان جناب معین صاحب به خاطر راه یافتن به موسسات تحصیلات عالی دولتی افغانستان بودین. فیصدی که 100% شما مد نظر میگیرین 26 76% شما فکر نمیکنین اصلا مشکل داره نیست. ما میخوایم سر همین سوالات یک مکس داشته باشیم. اینجا شما 4 سوال مطرح کردید. 4 گزینه برای گزینه کیفیت پایین آموزش. خب کیفیت آموزش شاید از ولایت تا ولایت، از مکتب تا مکتب متفاوت باشه و این زیادتر ارتباط میگیره با نیروی بشری متخصص و مواد آموزشی مکتب مربوطه که شما جناب معین صاحب زیادتر توضیح داد. مسئله دوم محدود بودن ظرفیت وزارت تحصیلات عالی است. با در نظر داشت امکانات موجود وزارت تحصیلات عالی امی ظرفیت قناعت بخش است. ای به این معنا که در تمام جهان در کشورهای همسایه جذب در موسسات تحصیلات عالی همیشه بین 15-20 و بعضا تا 25% است. و ما اما سالت بین 25-30% جذب داشتیم. یعنی اما سالا ما یک افزایش 20-25% در جذب داوطلبان کنکور در موسسات تحصیلات عالی دولتی داشتیم. جناب معین صاحب به خاطر وضاحت پیدا کنم، معین صاحب وزارت معارف افغانستان ننگ صاحب گفت که مشکل کیفیت شما در گزارش دیدین که مشکل کیفیت آموزش پرورش در افغانستان نیست. مشکلی است که شما سالها تلاش میکنین ظرفیت ایجاد کردن نمیتونین، چیزی که آقای بشردوست هم در مجلس نمایندگان افغانستان ادعا کرد. همین کپای ما تکمیل شد و فکر میکنم جواب سوالتون رو پیدا میکنین. ما گفتم که اگر شما سال 1381 به این طرف ببینید که سال 1393 آغاز شده، از 5000 جذب شروع شده و به تدریج در هر سال 20-25% افزایش در جذب پذیرش وزارت تحصیلات عالی موجود بود. سال گذشته در حدود 40-42,000 تن موسسات تحصیلات عالی دولتی جذب شد و امسال در حدود 55,000، یک افزایش قابل ملاحظه است. اونجا سوال مطرح شده که مشکل بودن پرسش ها
سوالات کنکور مطابق نصاب معرف صنف 10 11 12 هم سوالات آسان هم متوسط و هم سخت در بانک ذخیره میشه و به تمام ولایات یکسان از این ذخیره استفاده میشه. مسئله تقلب و واسطه را گفتین. خب ما 100 درصد شاهدی را چی نکنم که امتحان ما 100 درصد شفاف است، تقلب یا واسطه یا وسیله نیست، اما این را برتان اطمینان میتیم که در همی امتحان سال جاری در هر ولایت در هر حوزه در صورت که ما فهمیدیم که امتحان ما خدا نخواسته زیر سوال قرار میگیره یا کدام تخطی صورت میگیره، ما تا امتحان ملغا قرار دادیم و شما شاهد هستیم که ما در 3 ولایت امتحان دوباره گرفتیم. حتی در یک ولایت وقتی که یک شایعه پخش شد ما سوالات جدید ساختیم و امتحان ترمیم کردیم. اما به هر صورت شما جامعه افغانستان هم میفهمین وظیفه کمیته امتحانات ریاست امتحانات وزارت تحصیلات عالی دایر نمودن یک امتحان شفاف است. مسئولیت و امنیت حوزه امتحان در ولایات زیادتر ارتباط میگیره با ارگانهای امنیتی و ارگانهای محل و همکاری مردم در ساحه مربوطه. مشکل اساسی رو ما در کجا میبینم؟ من با یکی از این گزینه ها موافق نیستم. مشکل اساسی در افغانستان نبود زمینه کار و اشتغال است. برای فارغای صنف 12 وجود نداره، برای فارغای صنف 14 و حتی برای لیسانس ها. بحث شغل زایی در افغانستان وابسته به یک بحث متفاوت تری است که سیاست کلی اقتصادی. من میگم که چرا به خاطر که حداقل یک طرف از چون طراحی پرسش ما بودیم، میخواهیم مشخصتر بپرسم چون وضاحت پیدا بکنه. شما کیفیت پایین یا کم کیفیت بودن آموزش و پرورش به خاطر رایافتن بیشتر از متقاضیان کنکور یک مشکل نمیدانید؟ نه خیر، از خاطر که کنکور یک پلیسمنت تست است، ما مطابق امکانات و ظرفیت های خود محصل جذب میکنیم. درست. ببینید مشکل اساسی در تمام دنیا تناسب جذب داوطلبان در موسسات تحصیلات عالی و نیمالی 1.2 و 1.3 است. اگر یک نفر با موسسات تحصیلات عالی میاد در مقابلش 2-3 نفر با موسسات نیمالی جذب میشه. اما متاسفانه در افغانستان مشکل در چیست؟ که به سند فراغت صنف 14 ارزش داده نمیشه، زمینه کار برش وجود نداره، بناهن کلگی متقاضی کنکور میخواهد که با موسسات تحصیلات عالی را پیدا کنه. خب این مشکل اساسی است. اجازه بدید معین صاحب سوالی که شما گفتین که 500 نفر به شکل رایگان و مجانی در موسسات تحصیلات عالی خصوصی، اما ارقام است که به اساس تفاهمی که بین موسسات تحصیلات عالی خصوصی و اتحادیه موسسات تحصیلات عالی خصوصی امضا شده بود. ما به تعداد 476 تن بلندترین نمرات بین 280 تا 285 به شکل رایگان به همین موسسات خصوصی معرفی کردیم. ما متحد هستیم، ریاست موسسات خصوصی متحد است و تعهد رسمی و تحریری از موسسات خصوصی گرفته شده. هنوز پروسه نهایی نشده. فرمای مخصوص موسسات تحصیلات عالی خصوصی و کمیسیون رسیدگی با مشکلات به کار آغاز کرده و در یک دو روز آینده شد نتیجه. تشکر. بهزاد صاحب با شما بحث کم کیفیت بودن آموزش و پرورش در افغانستان در میان بگذاریم. آیا شما یکی از دلایلی که نظام کادری افغانستان دچار یک مشکل جدی است، کمیت الحمدلله در 10 سال گذشته افغانستان فوق‌العاده افزایش داشته اما کیفیت کمتر، موافق هستین یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت شما همکاران گرامیتان، مهمانان عزیز و شرکت کنندگان در بحث و مخاطبین تلویزیون یک، در رابطه با مسائل جامعه دانشگاهی و دانشجویی افغانستان هر سال در همین فصل موضوعات مختلفی مطرح میشه. من میخوایم بگم که فعلا به طور عموم ما با 3 مشکل مواجه هستیم. اولین مشکلی هست که همین مناظره به خاطرش برگزار شده، این که تعداد زیادی از علاقمندان به ورود به مراکز تحصیلات عالی یا دانشگاه کشور محروم ماندن. یک مشکل هست. مشکل دوم که پیامدهای اجتماعیش هست و دارای پیامدهای اقتصادی و ابعاد گوناگون حتی امنیتی را میتونه در بر بگیره، مسئله بی سرنوشتی کسانی هست که حالا باری به هر جهت به هر دلیل نتوانستند که به دانشگاه راه پیدا بکنند. مسئله سوم که باز بسیار مهم هست، فردای کسانی هست که امروز بسیار شادمان وارد دانشگاه ها شدند که اینها وقتی که فارغ التحصیل شدند
آیا اونها مشکلشان حل خواهد بود؟ من فکر میکنم که ما در هر سه عرصه مشکل داریم. این مشکلات را هم باید با یک اعصاب آرام در سطوح مختلف تصمیم گیری در نظام سیاسی افغانستان ما باید حل بکنیم. ما در حال حاضر یک مشکل داریم که در 12-13 سال گذشته به خاطر اولویت‌های متعددی که داشتیم نتوانستیم یک استراتژی همه جانبه در رابطه با معارف و تحصیلات عالی خود تدوین بکنیم. حال به خاطر که باز به پرسش برگردیم به هزات سال اینالی میانید سطح معارف که سوال شما بود. ببینید ما ناگزیر بودیم که یک ناگزیری رو بعد اول به رسمیت بشناسیم که حکومت وزارت معارف افغانستان باید تلاش میکرد دامنه فعالیت خود را توسعه میداد، تعداد زیادتری از نوجوانان را تحت پوشش خدمات معارف افغانستان قرار میداد. اما همزمان ما باید برنامه های دیگری را هم روی دست میگرفتیم. من نمیدانم که وزارت محترم معارف تا چی اندازه روی عرصه کار کرده. مسئله بالا بردن کیفیت آموزش ها و کاربردی ساختن آموزش هایی که یک جوان در طول 12 سال در مکاتب و لیسه ها میبینه. مثلا یک کسی که از لیسه فارغ میشه با صنف 12، با مدرک صنف 12 به دانشگاه هم راه پیدا کردن میتانه، به خاطر اینکه چنانچه جناب موین صاحب گفتن که ظرفیت محدود هست، ظرفیت پذیرش محدود هست، آیا ای با مدرک صنف 12 خود مجهز به یک نوع دانش کاربردی شده که وارد بازار کار شوه؟ یک مشکل هست. دلیلش هم زیادتر برمیگرده به این که ما در دوران لیسه آموزش ها را تخصصی نساختیم، یعنی رشته بندی نکردیم. به عبارت ساده تر ما نیاز داریم که 4 سال لیسه را در افغانستان رشته بندی بکنیم. مثلا کسانی که ادبیات علوم بشری میخوانند اونها برند آموزش های خاص ببینن، کسانی که ساینس و فیزیک مسائل ریاضی و اینها را دارند اونها برند او را تعقیب بکنن، کسانی که استعداد در خود نمیبینن که وارد دانشگاه شوند و شانس در خود نمیبینن، اینها باید جذب رشته حرفه و فن شوند. یعنی برند مکانیکی را بخوانن، برند حرفه ها را یاد بگیرن که وقتی که از دوره لیسه را تمام میکنن اونها مجهز باشند به یک سری آموزش ها که بتونن با او زندگی خود را اداره بکنن. یک مشکل هست در معارف ما. تا زمانی که این مشکل حل نشوه ما با مشکلات دیگری در وزارت تحصیلات عالی و در دانشگاه ها مراکز تحصیلات عالی خود مواجه خواهیم. پس شما موافق هستین که کم کیفیت پایین آموزش و پرورش تاثیرگذار بوده بر قطعا این دو تا با هم تاثیر میگذاره. اما یک نکته دیگر هم اجازه بدید که چون که در کلیپ شما هم بود من اشاره بکنم که وقتی که بحث تحت پوشش قرار دادن همه متقاضیان را ما میکنیم، یعنی ورود همه متقاضیان و داوطلبان به دانشگاه، تنها بحث دانشگاه تعمیر دانشگاه نیست، ای ساده انگاری کردن هست و ساده کردن مسئله هست. بحث تعمیر یکی از ده ها مورد دیگر هست. همچنان که در وزارت معارف تعمیر داشتن برای مکتب یک بحث هست، درست. شما در کنارش مسئله کادر علمی را دارید، استادهای برجسته را دارید، تأمین نیازمندی های استاد را دارید، تأمین حداقل یک خوابگاه مطمئن با یک تغذیه مناسب برای دانشجو را دارید که دانشجو در اونجا دوباره با شما از دغدغه این مسائل خارج باشه. فعلا دانشجوی ما هم ناآرام هست، استاد ما هم ناآرام. سپاسگزار. دوباره تا اینجای بس آقای صدیقی معین امور مسئولان وزارت تحصیلات عالی موافق نیست که یکی از علتهای اصلی رایافتن تعداد کمی از متقاضیان کانکور در امتحان کانکور به دانشگاه های به ویژه مؤسسات تحصیلات عالی دولتی افغانستان کم کیفیت بودن آموزش پرورش است، اما آقای بهزاد با این بحث موافق است. حالا آقای ننگ از شما بشنویم که شما دلیل رایافتن تعداد کمی را حداقل به مؤسسات تحصیلات عالی دولتی در افغانستان در چی میدانید؟ با تقدیم سلام به مهمانان عزیز و شنونده ها و بیننده های بسیار عزیز، من فکر میکنم که رایافتن تعداد کم، اول با اینمی ترمینولوژی من زیاد موافق نیستم، یعنی تعداد زیاد رایافتن. چرا؟ یعنی از صفر تا آخره خو کسی برش گنجایش هم نیست و مکلفیت هم نیست و امکان هم نیست و معقول هم نیست. به نظر من چیزی که به کیفیت معارف ارتباط داره
کیفیت معرف انصافا میتونیم بگویم که رو به بهتر شدن است، سال به سال خوبتر شده. با امکاناتی که ما داریم هر شیء کامیابی یا ناکامی شه ملاک قضاوت باید به اساس همو نیرویی که برش داده میشه باید باشه. یعنی به محض از یک اگر بگویم که کیفیت خوب شوه، اما چیزی که به ما میتن، پولی که به ما میتن، امکانی که پیش ما وجود داره، سرگذشت ملتی که پیش ما است و جریانات امروزه مملکت، فقر و بیچارگی و جنگ و بدبختی های دیگر هم شامل از یک کنین، کیفیت یعنی در بین یک کشمکش واقع است آزاد نیست که ما او را به امو تکاملش برسانیم. کیفیت در شرف بهبود است و بسیار خوب شده. شاخص های بهتر بودن کیفیت سه مسئله عمده را اگر مثلا ما بگیریم، ما دراپ ریت یا نرخ ناکامی از یک سمت به سمت دیگه و ارتقای شاگرد یک شاخص است. یعنی شاگرد سابق 40% نرخ ناکامی را ما داشتیم یا دراپ ها را داشتیم، در حالی که این نرخ حال بسیار کم شده، یعنی شاگرد ارتقایش زیاد است به صنف بالا. شاخص دوم رایفتنشان به کانکور، ما اگر مثلا اگر 100,000 ظرفیت شوه 100,000 ما آماده داریم، ولی اگر ظرفیت 50,000 باشه متبقیش میمانه، ولو که ظرفیت یعنی نمیجه هر چقدر کیفیت بهتر باشه، شاگرد ممتاز هم باشه میمانه از نمو مدار از شمولیت. شاخصی سه اون به نظر ما مسابقات و مدال ها و ایگه پاستک، ما به سطح منطقه و جهان شاگردم امروز مسابقات را پیدا میکنه. شاخص دیگه زمینی اگر باشه که به تحصیلات عالی در دانشگاه ها و پانتون های مختلف دنیا شاگرد ما را پیدا میکنه، معنیش ایست که معیارهای خوبه او تکمیل کرده. 12 ما فارغ میشه، ما در هند ما 9,000 فارغ ما سالانه در کشورهای مختلف دنیا در پانتون ها درس میکنه. بخاطر از این که واضح شد شما با ترمینولوژی که تعداد کم وارد مؤسسات تحصیلات عالی دولتی که ما دولتی و غیر دولتی و نیمه عالیش هم تفکیک کردم با تاکید بر دولتی بودنش، شما اگر فیصدی ها را ببینید 229,000 متقاضی میره ثبت نام میکنند و در کنکور افغانستان اشتراک میکنند، 55,000 چیزی که شما در کلب بر ما گفتین راه میابه بر مؤسسات، یک بار دیگه به خاطر تکرارش بر مؤسسات تحصیلات عالی دولتی افغانستان که 26%، 74% شما کم نمیبینین؟ به نظر ما به نیازمندی افغانستان این فیصدی زیاد نیست، یعنی ما ضرورت زیاد داریم که کادرهای زیاد به مارکت عرضه کنیم، متخصص بسازیم، همین تعلیم عالی یا تعلیم پروفشنال تعلیم که است اونمو را سرش تکمیل کنیم که دوران پانتون است. نظر به ضرورت کم است، ولی اگر منطقه و کشورهای همسایه و کشورهای شبیه افغانستان را ببینیم، مثلا سریلانکا با 30 میلیون 31 میلیون نفوس فقط سالانه برای 20,000 گنجایش تحصیلات عالی را داره، بیشتر از این نمیتونه. شمار فارغان از مکاتب او کشور هم کمتر باشه، چیزی که وزیر تحصیلات عالی افغانستان پیشتر در کلیپ گفت قرار است شما سال آینده 400,000 شاگرد مکتب فارغ بتین، سرنوشت دیگرها چی میشه؟ آقای بهزاد یک بحثش همی بود که 12 سال مکتب میخونه، پول مصرف میشه از خانواده خود، مجبور از پول لباس آمدن رفت نان و تمام مسائل دیگه فیشنی هم که جهان افغانستان جهان فیشنی، و این یک خطر جدی بر امنیت ملی افغانستان است در آینده های دراز مدت. سرنوشت یار به باور شما در دو ساحه، یعنی انصافا کار شوه، ساحه مارکت کار یعنی کاریابی برای فارغ صنف نو هم باید مهیا باشه، با مشاغل مختلف کلش و مشاغل ظریف و فنی و مسلکی نیست. ما مرد کار کار داریم، در کارهای زهیده هم ما ضرورت داریم. ایجا بسیار یک ساحه بسیار بزرگ و مهم، بخیدش غیر پلانیست، محدود است، درش کار نشده، انکشاف نشده. دوم یک مسئله بسیار مهمه، معین صاحب ها میشاره کردن و وکیل صاحب ها میشاره کردن، بهزاد صاحب، مسئله مسلکی شدن و تخصیص شدن مرحله تعلیم بسیار حیاتی است که راستی هم ما به او مرحله هنوز نرسیدیم. یعنی شاگرد ما تا صنف نو را مکتب عمومی را بخوانه، بعد از صنف نو باید مسلکی شوه، با 20-50 رشته به هر چقدر که میشه
تعلیمات ما سر ازی طرح هم کار میکنیم. طرح طویل المدت اصلاح و ریفرم معارف اینمی طرح هست. من مسئله ازی که اگر مثلا ما از تشبث کنم و از استیج تحصیلات عالی صحبت کنم، ما طرحهای خوبی دارم به لحاظ یک معلم، به لحاظ یک استادی که درس میتم. نه که دوباره به طرحها دوباره برمیگردیم. شما صاحب، ما قرار و وعده که داده بودیم همی بود که باید یک تعداد پرسش‌ها را مطرح کنیم و تقاضا است که اگر لطف کنین مشخص‌تر برش پاسخ بدین. مشکل اقلیمی در دایکندی، یکی از نماینده های مجلس سنا گفت که جایی که قرار بود ولایت جایگاهی کنجا امتحان کنکور آزمون گرفته شده، شما قبول نکردین. در یک وقتی که زمستان بوده شما خواستین امتحان کنکور را در یک فضای سرد بگیرین. جزئیات بیشتر اگر لطفاً کوتاه بگوین ما بعدتر ما پرسش ها را مطرح میکنم. به نام خدا، سلام به حضار محترم و بینندگان تلویزیون یک. به جواب سوال شما طوری میپردازم که علتی که ما ناوقت‌تر امتحان در دایکندی گرفتیم، خود جرگه مشورتی ما را یک ماه پس انداخت. ما نتونستیم پروگرام خود را تطبیق کنیم. دوم چیزی که ما در میدان صاف گرفتیم، ولایت دایکندی از جمله ولایات نو تأسیس است. آنقدر ساختمان‌های قابل وصف نداره. در اتاق‌های کوچک اگر ما امتحان می گرفتیم، امتحان ما صدمه می دید. سپاسگزار. پرسش دومی بود که یک متقاضی 314 نمره گرفته و این انستیتوت دامان و قندهار کامیاب شده، در حالی که 302 نمره وارد پوانزه دانشگاه طبی کابل شده. یکی از وکلای مجلسی پرسش داشت. شما این نقض بله. می پذیرین؟ ما در تقسیمات شاگردان دو معیار داریم. لیاقت جمع انتخاب. امی ارجمندی که به اونجا معرفی شده این پنج گزینه داشته، به پنج گزینه خود نتانسته موفق شوه. از این پیشتر کسی دیگه که انتخابش بوده جای رو گرفته. این بی سرنوشت مانده اصلا. وقتی که این بی سرنوشت مانده، دیگر سالهای قبلی به نام بی نتیجه اعلان میشد. امسال ما تصمیم گرفتیم که ما بی نتیجه اعلان نمیکنیم. دو اصطلاح داریم، کامیاب، ناکام. ناکامای ما معلوم است که 90,000 است. کامیابای ما پیش ما کامیاب است، اما چون خودش پنج گزینه را که انتخاب کرده بود نشده بود، برای ما بی سرنوشت بود. ما برایش سرنوشت تعیین کردیم مطابق به ظرفیتی که در دسترس ما بود، او رو روان کردیم. اگر ظرفیت نداشتیم، اگر می داشتیم او رو روان میکردیم. و با نمیفهمیدیم که چی میخواهه. خواهش از این پنج گزینه بود، پنج گزینه موفق نشد، ما تقسیم کردیم نظر به ظرفیت به جور فروان کردیم. پوان صاحب، یک پرسش دیگه که یکی از نمایندگان مجلس مطرح ساخت. آنچه که در ایراد واقع شد، شما یک تعداد را نام گرفتین که ریاست امنیت ملی ایراد به خاطر از اینکه دریافته بودن از مکتب خصوصی ریاض، استاد ریاض پیش از پیش پرسش های کانکور بسارن والی معرفی شدن، دستگیر شدن. اما کسایی که از کابل لیک کرده بودی اسناد هنوز سرنوشتشان معلوم نیست. جزئیاتش چی است؟ این موضوع موضوع ریاست امنیت ملی است. شما اونها در هرات دستگیر کردن، باید ریشیابی میکردن که همی از کجا لیک شده، مسئول لیک از کی است. تا حال ما انتظار داریم. چند مکتوب هم در ریاست امنیت روان کردیم که شما لطفاً تحقیقات خود اگر تکمیل کردیم در جریان قرار بدیم، لکه متاسفانه تا حال ما خبری نرسیده. اون با زیادتر از معرفی دیگه کار کرده نمیتونیم، وجود از مکتوب کار از واست، کار امنیتی است، شاید اونا مصروف تحقیقات دقیق تر باشن. و آخرین پرسش که یکی از بیننده ها با ما شریک ساخته، موجودیت مشکلات یا غلطی های املایی در پرسش ها بوده، شما میپذیرین مشکلات ها؟ اینطور است، وقتی که از 2,50,000 نفر شما امتحان میگیریم، معنی از اینکه 2,50,000 کتابچه سوالات شما جور میکنیم. اما اگر در یک کتابچه یک سوال یک نقطه پس و پیش شوه، ایجا وزیر میکنه که در رادیو و تلویزیون سر از این بس کنیم. حالا من تا لحظات دیگر پس از یک وقفه کوتاه برمیگردیم به پرسشی که دکتر صاحب شمس مطرح کردند که چگونه بوده پرسش ها. ما چند نمونه را ارائه میکنیم و خدمت که آیا واقعا ارزش از زیره داره که تا در یک مناظره بس شد رویش یا نه. با ما بمانید. بازم خوش آمدید برنامه مناظره کابل و بس امشب. علت اصلی که باعث ناکامی یک تعداد از
متقاضیان کنکور در امتحان کنکور 1391 شد. آل نوبت مهمان ویژه ما دکتر صاحب مهجور است که ازشان میخواهیم کوتاه تبصره خود در آنچه گفته شد و بعدتر دوباره به آنچه در امتحان کنکور افغانستان به عنوان نمونه ها پرسیده شده بود از متقاضی ها و کسایی که امتحان داده بودند با دکتر صاحب شمس و معین صاحب در میان بگذاریم. مهربانی کنید. به نام خدا. از هم اولتر سلامای خود را به شما و تمام بیننده های چینل یک تلویزیون افغانستان تقدیم میکنم. مهمترین نقطه که ما در مسائل تعلیم تربیه و نظام تحصیلات عالی در افغانستان که متوجه شدیم است که قبل از اینکه هر استراتژی و هدف کلی که دولت افغانستان به خاطر معارف و تحصیلات عالی افغانستان وضع کرده، یعنی در نتیجه یک ارزیابی کلی از افغانستان نبوده که ما در افغانستان چی نیاز داریم و چی ضرورت بوده و این مملکت را و این نسل ما به کدام طرف انتقال میدیم. هدف کلی ما در استراتژی معارف و تحصیلات عالی افغانستان چی است؟ دومین نقطه که ما در این بحث زیاد مشاهده کردم موضوع از این بود که همیشه نهادهای افغانستان مسئولیت یکی به دوش دیگه میگذاره. مردم افغانستان از دولت به عنوان یک واحد یک کتله انتظار داره که جواب بدن. دولت افغانستان، نهادهای تحصیلات عالی، نهادهای امنیتی مشکل خود در کابینه حل بکنن و بر مردم زمانی که مشکل مواجه میشن این مشکلشان مردم انتظار داره به عنوان یک شهروند از او جواب بگیرن. اگر این هر نهاد مسئولیت به سوی دیگران میگذاره اون مشکل حل نمیشه. نقطه سومی که مگرچه یک طرح دیگه هم بر خاطر معزله موضوع کنکور دارم، اگر وقت او را بعداً مطرح میکنم، ما دو موضوع اساسی است. دولت مکلفیت داره که در چارچوب وزارت معارف اطفال و فرزندان عزیز کشور را باسواد بسازه و معلومات ابتدایی را در بخش‌های مختلف علوم برش ارائه بده. این نقطه بخش مسئولیت وزارت معارف است. به نظر من وزارت معارف از کمیت گپ زدن و ساختمان ساختن و 11 میلیون نفر به مکتب رفتن این مشکل افغانستان نحل میکنه و نه ما میتونیم به کمیت افتخار بکنیم به جای اینکه کیفیت ما چی داریم. آیا ما میتونیم برای نیم ساعت من معلوماتی که داشتم به صنف 3 یک مکتب به نیم ساعت یک درس و دو نیم ساعت در روز که وام وقت حاضری گرفتن است، داخل شدن یک معلم است، بیرون شدن یک معلم بر 20 دقیقه این معلم چی درس میده و چطور کار خانگی شاگرده میبینه و چی دستاورد داره. برای ما این مهم است که ما ارزیابی کیفی بکنیم. حالا هم سر وقت است، باید ما مرحله اول شاخص ها و معیارها را مشخص میکنیم به یک مرحله از زمانی. یک سال بعد، دو سال بعد باز هم بوره معرفی میکنیم. جناب معین صاحب یک موضوع چهار شاخصه که به عنوان ارزیابی کیفی مطرح کرد برای ما کاملا قابل قبول نیست. نرخ ناکامی معیار کیفیت شاخص نیست. به خاطر از این است که ما ناکامی را سوال ما مطرح میکنم. مضمون نصاب ما تعیین میکنم. کدام مکتب افغانستان نصاب درسی چه تا پایان سال تکمیل کرده؟ و کدام معلم قادر بوده چی در سطح معارف و چی در سطح تحصیلات عالی این مواد درسی را به صورت درست با داده های عصر جدید این را بتونه تدریس بکنه. سپاسگزار هستم دکتر صاحب. دوباره برمیگردیم به شما و فرصت. استاد شمس، دوباره به شما پیش از اینکه برای شما بر بگردیم، تعداد شماری از شهریان افغانستان از جای متفاوت افغانستان دیدگاه خود شریک ساختین و با ما پرسش‌های را مطرح کردین. در نخواست با صحبت های زوا گوش میکنیم، دوباره برمیگردیم پیرامون پرسش هایی که مطرح شده بود در آزمون. یو خدا و شدای پا اکثر پا دغا نپویدل انتخابون غلط کردی و جر پا دی با نتیجه سولا او بل در شاگردان و ظرفیت هم کم و در پنتونو ظرفیت کم و شی مثال پنتونو نو کم جذب در لوده. من در امتحان کنکور اشتراک کردم و درس زیاده طول یک سال خوندیم و زحمت کشیدیم ولی متاسفانه بی نتیجه آمدیم. و تعداد زیادی از شاگردا پنتون که امتحان دادم بی نتیجه اومدم، به خاطر از اینکه تعداد زیادی با از شاگردا که حتی از قوم ما که تنبل بودم، یعنی ما گفته که تنبل بگیم
درس نخونده بودم، بازی گوش بودم، نتیجه خوبی گرفتم از امتحان کنکور. نظر ما در مورد اینکه اکثریت جوانان چرا در کنکور، در امتحان کنکور را پیدا نمی‌کنند، این است که کیفیت علمی در مکاتب کم است و این اکثریت جوانانی که کامیاب میشن نیرم توسط تیزی است که در آموزشگاه‌ها آمادگی کنکور می‌خوانند. و نکته دومی که واسطه بازی در کنکور زیاد است. زه چې کانکور کې امتحان ورکم زه بې نتیجې راځم، ځکه خواري م کوم، زحمت م وباسم، بې نتیجې راځم. او نور خلک دي چې خواري م نه کوي خو ولې پیسې ورکوي، هغه کامیابیږي. مشکلات کې وجود داره، مو البته کمبود مراکز تحصیلی در افغانستان می باشه که البته وزارت تحصیلات عالی هم در اینجا کم توجهی میکنن و تعداد کمی از دانش آموزا را جذب میکنن به وزارت تحصیلات عالی، که البته یک از مشکلات می باشه که ما امروز متاسفانه با دست پنجه نرم میکنیم و جوانان ما اکثرا بعد از اینکه به وزارت تحصیلات عالی را نمیافن و نمیتونن به تحصیلاتشان ادامه بدن، عموماً بیکار میباشن و یک از مشکلات اجتماعی ما میباشد. در امتحان کنکور رشوه ستانی وجود داره، یک تعداد پول میگیره و نه با پولشان پارچه میکشن برای از اونا محصولین رو یاد دقیقه نجذب لامویل لامل داره چیه خود مسلکی و استازان و کموالی، یعنی در دولسم نفاریقی و بیت دولسم تا درس رو حکنه مهمی است که در بسیار مکاتب درس صحیح وجود نداره، همه اصلاح صحیح شاگردهش کوشش نمیکنه ولی صحیح درس نمیده، بخاطر همون در کنکور به نتیجه میبراید. ما خود ما هدف ما شخصا خود وزیر صاحبه که وزیر صاحب حتی در جایی که امسال نتونست سوالات اینا اداره کنه، بانک سوالات بانک وزارت تحصیلات عالی از نزد خود وزیر صاحب کشیده شده، این خود از ایزاییه. بازم خوش آمدین برنامه مناظره کابل و بحث امشب ما آزمون کنکور و پیامدهای آزمون کنکور بر جوانان در افغانستان. پرسش اصلی ما، علت اصلی به نتیجه ماندن اکثریت جوانان در امتحان کنکور چی بود و چی هست؟ 4 گزینه داشتیم: کیفیت پایین آموزش و پرورش در مکاتب، 12519 بیننده تا هنوز بر ما رای داده، 32% از بیننده های ما فکر میکنند که یکی از علت های اساسی که اکثریت مطلق جوانان در امتحان کنکور یا در دانشگاه راه نیافتند کیفیت پایین آموزش پرورش است، 13% از بیننده های ما فکر میکنند که محدود بودن ظرفیت جذب یکی از مشکلات است، 6% فکر میکنند که موجودیت اشکال در پرسش ها یکی از دلایل میتونه باشه که جوانان نتانستین درست که در ادامه پس از این اعلام رای مطرح میکنیم، و 49% دیگه تقلب و واسطه را در کنکور، چیزی که نماینده های محترم وزارت تحصیلات عالی قطعا رد نکردن اما به گونه مطلق وجود نداشته کرد. استاد به پرسش ها برمیگردم، بحث علمی پرسش ها مرتبط میشه با اساتید محترم که مطرح کرده. چیزی که اینجا ما جمع کردیم و پیشتر هم در یکی از روزنامه ها، روزنامه 8 صبح افغانستان، به نشر رسید، 3 پرسش در مورد تبارشناسی رئیس جمهور کرزی وجود داشت. سال تولد رئیس جمهور کرزی چی است؟ نام پدرش چی است؟ و نام همسرش چی است؟ دلیل 3 تا پرسش جا دادن در آزمون کنکور افغانستان به چی بود؟ این غلط است، این دروغ محض است، این کار ما نیست، این کار پرسه ها هست که برای شاگرده خود سوال چاپ میکنن به نام کنکور و همین سوال های پادر هوا را نوشته میکنن و باز به نام کنکور دولتی را ختم میکنن. ما قطعا این را قبول نداریم. یک تصویر از پیش مام وجود داره که از فرمه های رسمی میتونن که فرمه ها ما را بگیرن و به مو چاپ کنن، ما این فرمه را هم قبول نداریم. شما این فرمه ها هم قبول. پس درست نمیدونین که در مورد همسر رئیس جمهور کرزی ما قطعاً به خود اجازه نمیدهیم که راجب رئیس جمهور و خانم و پدرش گپ بزنیم، این از حد ماست. یک تعداد از پرسش های دیگه بگونه بوده که نمیشه استاد سویه تحصیلی و تعلیمی دانش آموز مبتنی بر از او تعیین کنیم. حالا اگر من میشه نمونهش بخوانم، شما حضور دارین و مهمانای دیگه ما که در مورد میشه شما صحبت های داشتین، مثلا معکوس ضد یکی از اینها آخر زندگی است، 4 گزینه دارد: سرد، گرم، بینا، کور. با این پرسش باور عمومی همی است که شما فقط میتونین چرخش ذهن و جا به جایی کلمات هم معین کنین که یک بحث ذهنی است نه سویه تحصیلی را، که تعداد زیادی پرسش ها مبتنی بر چه منطق جا داده شده؟ منطق عزیز
ما به اندازه کافی سوالات ریاضی را آوردیم میاریم، به اندازه کافی علوم طبیعی را میاریم، السنه را میاریم، علوم اجتماعی را میاریم. بخش آزمایش هوش در معارف هم رواج است. گفتیم باش که هوش هم شاگرد را آزمایش کنیم که چه قصر هوش داره میتونه اینجا فعالیت کنه. من میخوایم از دوستایی که اینجا حضور دارن یک پرسش داشته باشم، بدتر بر شما فرصت داده میشه. سوالایی در مورد رئیس جمهور کرزی وجود داشت در آزمون کنکور یعنی؟ یا شما هیچ چیز نداری؟ کسایی که شرکت کرده باشد در کنکور، چشم دید شما در مورد چیز شما در مورد رئیس جمهور کرزی در کنکور درست؟ استاد یک پرسش دیگه که میشه به طور نمونه، یکی از عجیبترین پرسش هایی که در کنکور امسال مطرح شده که شاید درست باشه و ایره به عنوان یک توهین تاریخی میدان، اوی است که پای کدام پرندک بریده شود تا مترادف کره ما گردد. نوشته است توتی، عبدالحمید بابا و احمدشاه بابا. این سوال از ما نیست، هر کس در سوالای تان ما دیده ما مسئول هستیم. بفرمایید. خوب است، به خاطر پیگیری از این چون ادعای رسانه‌ای هم وجود داره بعدتر دوباره روش صحبت میکنیم. در یکی از پرسش‌های دیگه آمده که مثلا پشتو قاموس در کجا و در کدام مطبعه چاپ شده. استاد دلیلی که یک دانش آموز بدانه و به خاطر از او راه بیابه که یه در انتشارات بیهقی یا انتشارات غیر بیهقی چی بوده میتونم در این سوال چی عیب میبینیم شما؟ اگر یک شاگرد یک تاریخی یک زبان ملی خود یک قاموس و خود بفهمه که کجا چاپ شده، نقص ما در هر ما در عیب در این میبینیم که چی ضرور است باید کتابخانه پس بدانه. اگر شما سوال میتین که پرسان ما کنه که احمدشاه با در سال 1747 پادشاه شد، خیلی به نظر شما این تاریخ هم درست نیست که باید تو پرسان نکنیم. تاریخ به پادشاهی رسیدن احمدشاه بابا تا این که قاموس پشتو هم کم نیست، قاموس پشتو به نزد ما خیلی ارزش داشته. نام کتابخانه در هر کتاب ارزش این که بدانه دانش آموز که در کدام کتابخانه استاد این چاپ شده به نظر شما در چی است؟ هیچ عیبی ما در این نمی‌بینیم. تو سوال است، تاریخ باید بفهمه، محل باید بفهمه. شما بهزاد صاحب عیب در این پرسش ها نمیبینیم و این سوال هم از ما نیست. ببینید، خوب شد که جناب استاد گفتن که سوال از وزارت نیست، از کمیته کنکور نیست، بنابراین دفاع هم لازم نیست از این کار صورت بگیره. ببینید، بعضی از سوال ها واقعا در شأن کنکور نیست، یعنی اینکه مثلا یک کتاب کدام چاپخانه او رو چاپ کرده میتونه که هر چاپخانه او رو چاپ بکنه. یعنی یک کتاب یک بار خود چاپ نمیشه، ده ها بار چاپ میشه، یک بار در پیشاور چاپ میشه، یک بار در کابل چاپ میشه، یک بار یک جای دیگه چاپ میشه. من میخوام باز برگردم سر نکته اصلی که وزارت تحصیلات عالی هم فعلا یک وضعیت داره در تدوین سوالات که سوالات مختلف میایه، بعضا هم به خاطر از اینکه عریضه خالی نمانه از بخش های مختلف میگیرن. این به خاطر ایست که کنکور ما تخصصی نیست. یعنی اگر ما کنکور مشخص برای ساینس داشته باشیم، کنکور مشخص برای ادبیات و علوم انسانی داشته باشیم، ما از این سوال ها دیگه در داخل سوالات نخواهیم دید. ما مشخصا روی سوالات تخصصی که واقعا نشان دهنده اینمو سطح دانش و یا آمادگی برای دانش اندوزی در یک داوطلب هست، ما به اون سوال ها رجوع خواهیم کرد. تا زمانی که اصل ما جور نشه این نو سوالات بعضا هم ممکن از زیر دست استاد هم در بره، یک استاد دیگری که اونجا نشسته است طبق میل خود و ذوق خود یک سوال را بیاره. این باید تخصصی شوه، یعنی وقتی که تخصصی شد ما دیگه سوالای هوشی رو اینها رو نخواهیم داشت. سپاسگزار. مو این سب یک باوری وجود داره که تناسب با دیده هم میشه که 400 هزار دانش آموز قرار است از مکاتب افغانستان سال آینده فارغ شوند، در حالی که ظرفیت جذب و مرقم که شما خوشبین هستین مبتنی بر فیصدی ها است که نمیتونه. چگونه میتونیم تناسب میان فارغین مکاتب که به عنوان یک مشکل جدی در آینده ها مطرح نشه و آنچه که ظرفیت شما است ایجاد کنیم؟ تشکر. ما بازم خدمت دوستان عرض میکنم که اکثرا در میزای مدور و در این مناظره ها زیادتر تاکید سر کمیت میشد، همیشه چرا 50,000 جذب شد، چرا 60,000، اما این یک واقعیت است که بعضی اوقات تاکید کردن سر کمیت بعضی اوقات کیفیت خودش زیر سوال قرار بده. ما زیادتر به کیفیت توجه کنیم، امکانات، نیروی بشری، زیربناها، مواد درسی، لابراتوار، هیچ چیزایی نیست که در یک روز دو روز آماده شود. شما ببینین پانتون کابل
81 ساله شد و ما در ظرف 81 سال تانستیم که ظرفیت وزارت تحصیلات عالی را به 55,000 برسانیم. چطور از ما تقاضا دارین که در 2 سال آینده ما را به 1,5 لک نفر بسازیم؟ رای حل اساسی را باز آمد پیشنهاد میکنم. کیفیت شما یک بحث خوب را مطرح کردیم. باز ما رای حل پیشنهاد کنم. جناب بهزاد بسیار دقیق فرمودند. مسلکی شدن و تخصصی شدن معارف است. جناب ننگ صاحب در جریان است، در ریفورم جدید معارف یک تر کلی و اساسی وجود داره که تا صنف 9 تعلیمات عمومی باشد، بعد از صنف 9 50% میرن به بخشای حرفوی و مسلکی، 50% دیگر رشته بندی میشه به ساینس و اجتماعیات. ساینس هم باز به ذات خود بر رشته های متفاوت و اجتماعیات هم بر رشته های متفاوت و او زمان است که خود به خود یک تعداد محدود از صنف 12 علاقمند به ادامه تحصیل در مؤسسات تحصیلات عالی میشه و اینبی مشکلی که امروز این لشکر بی نتیجه ها چی میشه، ما فکر میکنیم که اگر شما تاکید بری داشته باشین که جذب کرده بورین، ما فکر میکنیم 2-3 سال بعد یک لشکر فارغای صنف 16 و لسانسه ها در کشور با وجود میاد. چرا سر کاریابی و مشکل اساسی که اشتغال است چی نمیکنین؟ جناب دوست ما بسیار خوب اشاره کرد در سابق اصلا یعنی جذب در مؤسسات تحصیلات عالی با اساس امون نیاسنجی ملی و نیاسنجی آموزشی صورت می گرفت که ما چقدر دکتر ضرورت داریم، چقدر انجینر ضرورت داریم، در کدام رشته ها ضرورت داریم. موین صاحب بخاطر از اینکه جمع شود کل در مؤسسات تحصیلات عالی کمیت هم بگذاریم سر کیفیت تا چه حد بالای دانشگاه های دولتی در افغانستان سرمایه گذاری در عرصه از این که کرکولم درسی تقویش ها و اساتید متفاوت، یک نسل قدیمی هنوز هم حاکم هستند به تمام دانشگاه افغانستان به ویژه در دانشگاه دولتی یا حکومتی دانشگاه کابل افغانستان. شماره که ما مؤصل بودیم دیدیم بیشترین کسای هنوز هم درس میتن که 35 سال پیش ماستری و دکترا اگر هم گرفته باشند 35 سال پیش بوده و امروز هیچ تغییرات نامد. اصلاحاتی که در این عرصه تا حال صورت گرفته چی است؟ ببینید همین اکنون بالاتر از 10,000 افغان ما در دوره های لسانس ماستری و دکترا در خارج مصروف تحصیل هیچ فرصت برشان داده نمیشه. از این 10,000 چه تعداد وارد دانشگاه ها شده؟ 7-8 سال پیش شده؟ 60% استادای پوانتونا را لسانس تشکیل میداد، اما این فیصدی حالی به 30 و 25 رسیده. در حدود 1,500 ماستر در جریان همین 4-5 سال یک پرسش دیگه از ما از دانشکده تعلیمی و علوم سیاسی برای شما یک نمونه مگذارم. یک مضمونی وجود داره به نام حقوق بین الملل عمومی، یک کتابی که دکتر صاحب ودیر در دهه 60 افغانستان نوشته کرده، هنوز هم درس داده میشه و او کتاب به نام حقوق بین الملل عمومی است. هنوز کسایی که به دانشکده حقوق و علوم سیاسی افغانستان درس خواندن میدانند که 100 جهان هنوز 152 کشور میدانه و آنمو هنوز هم جریان داره و جهان دو قطبی است که قطب شرق و قطب غرب. شما وقتی که با کمیت که حالا همش باید در راستای کمیت چی خود تماس گرفتین، شما در سال 1392 شاهد بودیم که 49 جلد کاریکولوم میان حساب تحصیلی پوانتونا در رشته های مختلف تجدید نظر و ریوایز شد، یکسان شد، نه تنها در پوانتونا دولتی بلکه در پوانتونا خصوصی. حالا وقتی که در شما دیپلمات قرار است بر افغانستان و بر وزارت خارجه افغانستان که دیپلماسی یکی از بحث های کلان افغانستان است، هنوز حقوق بین الملل عمومی را با کتاب درس میتین موین صاحب که جهان دو 156 کشور است، فکر نمیکنین هنوز بسیار راه است تا نوسازی دانشگاه افغانستان از لحاظ مواد درسی؟ ببینید اگر سر واقعیت ها بپیچیم، در میال ظرفیت سازی یا کپاسیتی بیلدینگ که در وزارت تحصیلات عالی با همه امکانات محدود صورت گرفته، یک پیشرفت یا پروگرس قابل ملاحظه در پوانتون ها و موسسات تحصیلات عالی وجود دارد. سیمینارهای کوتاه مدت، تریننگ های کوتاه مدت در داخل و بیرون از خارج، پروگرام های ماستری، برنامه های ماستری. ما همی اکنون 41 برنامه ماستری داریم، 25 برنامه در پوانتون های دولتی و 19 برنامه در موسسات تحصیلات عالی خصوصی، 2 برنامه دکترا داریم در پشتو و دری،
و یه چیز خورد نیست که سپاسگزار. تا لحظات دیگر دوباره برمیگردیم و ننگ صاحب چیزایی که در مورد تانوز گفته شد مشخص‌تر می‌شنویم. همچنان با ما باقی بمانید. بازم خوش آمدین برنامه مناظره کابل. بحث امشب آزمون کانکور و چالش‌ها. ننگ صاحب شما صحبت‌های دارین، تفسیر شما بدتر فرصت میتیم برای اشتراک کننده های ما. بسیار در کوتا در سه نقطه دکتر صاحب بسیار محجور از نبود استراتژی سکتور تعلیم گفتن. یعنی استراتژی وجود داره ولی بازم قابل ازی است که ترمیمات و ریفورم بسیار اساسی دو بیایه. ما پلان ده ساله داریم، استراتژی ها داریم، منتها یک مسئله که استراتژی ما منوط است. تا زمان ما مستقیم و مستقل استراتژی ساخته نمیتونیم و کارآمد هم نیست، تا که نیازمندی مارکت کار افغانستان به سطوح مختلف برای ما سکتورهای دیگه ترسیم نکنه. مطابق به او باز ما میتونیم که نظام تعلیمی افغانستان عیار بسازیم. مسئله ساعت‌ها را گفتن که دقیقا در شهرهای بزرگ مثل کابل واره تراکم جمعیتی به منجمنت برابر نمیه. 7 میلیون انسان به شهری که 1.5 میلیون ظرفیت داده میتونه و بیروبار و طلبی که وجود داره بالای تعلیم. کمیت ها مهم است دکتر صاحب. ما به اساس ماده 43 و 44 و 45 قانون اساسی مکلفیت هایی که در بخش تعلیم عمومی داریم، این یک تعلیم رایگان و اجباری تا امی مراحل است که ما مکلفیت داریم باید بتیم. ما با یک موج از مردم که تعلیم میخواین و زمینه های 60 سال گذشته را اگر بگوییم یک زمینه جام بود، یک رکود بسیار عجیب و غریبی وجود داشت. امروز فضا باز شده، مردم میخواهند که تعلیم به فرزندانشان روان کنند. ما دو گزینه داریم، یا باید کیفیت مد نظر گرفته و امکانات ما مد نظر گرفته که ما برای 4 لک به سال خدمت داده میتونیم، نه برای 1.5 میلیون نزدیک به 2 میلیون که ما جذب میکنیم. یا ایست که شاگرد را بگویم، مردم را بگویم که شاگرد شما را به مکتب روان نکنین. ما همی دومش گرفتیم ولی کوشش میکنیم که همی کم ما را تقسیم کنیم به یک شکلی که میرسه. 61 دلار در یک سال نصیب شاگرد ما از بودجه ملی که به معارف اختصاص داده شده است که در کره زمین کمترین حساب میشه. حتی کشورهای همسایه ما 300 و 400 دلار داره، پاکستان و ایران. مسئله دیگه که پلان و شاخص بهبود کیفیت، 4 شاخصی را که ما یاد کردم، شاخص های دیگه هم داریم. اما عمده ترینش امی است که در کل دنیا سر از این میزان محاسبه میشه. دو سه نقد اساسی سر تحصیلات عالی ما دارم. در بخش کانکور، این کانکور بهزاد صاحب هم اشاره کرد، برای تثبیت سوی یک شاگرد کانکور به مجرد کانکور کافی نیست. ممکن دست شاگرد لرزه کنه، لایق باشه، شاگرد اول نمره باشه. خیلی از شاگردار ما داریم بسیار با استعداد هستن، در کانکور ورخطا میشه، روحیات خود خراب میسازه، نتیجهش خراب میشه. در فامیل، در کوچه، در بازار، در هر جای سر از او قضاوت میکنن، میگن شاگرد ناکام است یا بیسوی است، در حالی که این یک شکست روحی را برای از او ایجاد میکنه. ما میگیم برای تثبیت سویه دانش آموخته شده یک شخص در 3 سال یا 4 سال او باید مدار اعتبار قرار داده شود. و دیگه مسئله کانکور، رشته بندی های ما که است، ما رشته بندی ها را قطار کردیم و نمرات میگیم که اینمی ملاک اعتبار به رشته ها، به جذب رشته ها است، بالاتر میگیریم، در حالی که 5 یعنی محور اساسی برای تعیین رشته بسیار مهم است. لیاقت مهم است، مهارت فرد مهم است، استعدادش، نبوغش و علاقمندیش. ای اگه نباشه، یعنی شاگرد به یک رشته که هیچ علاقمند کدش نیست ولی کانکور جبران به او دادش. ما یک انتقاد دیگه هم، اگر کوتاه‌تر لطفاً، آخری گپایم است. ما من بعد کوشش میکنیم که با تحصیلات عالی هیچ سهمی از تحصیلات نیمه عالی نتیم. امیال ما 54,000 شاگرد مرا تقریبا نیمی از زیره باید ما دوباره با اینستیتوت های زیره رشته بندی کنم. ما به این توافق رسیده بودیم که شاگرد بلخ در بلخ تنظیم شوه، از غور در غور تنظیم شوه و از دیگه ولایت ها دیگه ولایت ها. کال برخلاف از صورت کال ما بسیار اوجه شمس صاحب اشاره کردن که ما
منطقه و ولایت و قوم و این مسائل هیچ مدار اعتبار نمیتیم. در حالی که ما تعیین شاگرد به اساس نیازمندی منطقه تقسیم کردیم، در منطقه که ما ضرورت داریم به او باید داده میشد که تکلیف ما کم می بود. موین صاحب، فقط 8 دقیقه دیگه باقی مانده، اجازه بدین کوتاه پرسش ها را بگیریم از همکار. می خواهیم که مایک برای برادر ما برسانه. برادرای عزیز، کوتاه لطفا پرسش هایتان مشخص بپرسین، 7 دقیقه دیگه برنامه باقی مانده که جمع کنیم. فقط سوال ما این است که بلند بگی برادر، هم اشاره داشتن که کسانی که مثال یکی که مسئله که در افغانستان سیستم کنکور یک سیستم ناکام است، به خاطر اینکه مایی که میخوایم حقوق بخوانم باید ما به خاطر عبور از کنکور سوالات ریاضی، فیزیک، کیمیا این سوالات حل کنم. برادر عزیز، پرسشتون یکی بسی است که مشکلی است که همیشه در اینجا نماینده مردم هم وجود دارن، نماینده حکومت هم. چرا چی شما باید یک راه حل را بگوین که ما باید چی بکنیم؟ سپاسگزار برای برادر در کنارتان. بسم الله الرحمن الرحیم. قیس رادمنش هستم، مسئولیت کاپیسا. سوالم اینجاست که چرا هم مثل معارف کشور، وزارت تحصیلات عالی افغانستان تعداد دانشگاه ها را در سطح کشور ازدیاد نمی بخشه و تعداد تایم های درسی را، اگر یک صنف در یک دانشگاه از طب یا از حقوق داریم، چرا 3 صنف 4 صنف اضافه نمی سازن؟ سپاسگزار برادر. و دیگر ظرفیت یک پرسش اجازه بدین به خاطر کمبود وقت، معذور بدارین برادر عزیز. مثال ها به خاطر که جواب پیدا بکنه. شما برادر نزدیک باشین لطفاً زودتر. بله، سلام تقدیم میکنم خدمت تمام مسئولین محترم، بیننده های عزیز تلویزیون یک. سوال ما این است که از مسئولین محترم، چنانچه معین صاحب گفتن که روحیه خود شاگردا از دست میدن در امتحان، ما میخواهیم علتش رو سوال کنیم از مسئولین محترم. سپاسگزار. این است که چرا وقت معین اعلان نمیکنن؟ شما جواب میکن برادر عزیز، علت هم میپرسن. برای برادر ما فرصت بدین. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانی کنید ساده شوین برادر. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد خالد عالمی هستم، دانشجوی علوم سیاسی. سوال ما از جناب معین صاحب وزارت تحصیلات عالی است که ما قسمی که شاهد هستیم در هر سال تعداد جوان ها در کنکور زیاف امتحان میتن و گاهی هم زیاف به نتیجه میمونن. آیا چرا یک مکانیزم اساسی و درست وزارت تحصیلات عالی ایجاد نمیکنه که از این نگرانی که جوان ها سال به سال تعداد به نتیجه زیاد؟ سپاسگزار برادر عزیز، زیاد میمونه و این را خاتمه باید بتکه. حتما برای برادر ما کوتاه پرسش دانه داشته باشید. میخوایم سوال ما اشاره به آقای بهزاد است و یک سوال دیگه که یک پرسش لطفا زودتر. میخوایم که بسیار کوتاه بگویم به آقای بهزاد که حرف از وکلا، حرف از قانونمداری در سقف تالار حکومت میزنند، در سقف تالار شورا میزنن، که یه است که بعضی از وکلای محترمی که در ولایت امتحان کنکور برگزار شدن مداخله مستقیم از طریق. سپاسگزار برادر عزیز. فقط 5 دقیقه دیگه وقت داریم. موین صاحب مهربانی کنید لطفا اگر زودتر پرسه. ما پیش از اینکه به جواب سوالای مسئولین عزیز بپردازم، دو نقطه که جناب موین صاحب داشت، یکی در رابطه با تقسیمات با ولایت مربوطه، این را ما 100% کردیم، اما در همی کابل این برای ما مشکل بود که فرضاً کدام انستیتوت در کجا موقعیت داره که یک تعداد با انستیتوت خاک جبار یا بگرامی که میتونه از طریق خود همی مشکل حل کنن. اما ما کسایی که به نیمه عالی تقسیمات شده از هر ولایت در ظرفیت های خالی ولایت مربوطه تقسیمات کردیم، یک مسئله. نقط دوم که چرا یک مسئله که فرضاً علاقه به نقاشی داره او را مجبور میسازین که ریاضی و فیزیک و کیمیا و بیولوژی را در کنکور امتحان بده، یا برخلاف یک نفر مغز تکنیکی داره از او علوم اجتماعی، تاریخ، جغرافیا و ایگپا را به خاطر که نمره کامیابی به دست میاره؟ این بازم برمیگرده به اونمو تخصصی شدن و مسلکی شدن معارف، که اگر رشته بندی شود حقدار میرسد، رشته ها معلوم است، حتی هیچ ضرورت نیست که وزارت تحصیلات عالی امتحان بگیره، میتونه به همون پوانتون مربوطه در رشته مربوطه شامل شوند. ازدیاد پوانزیات همین امسال با ازدیاد همین 15,000 ظرفیتی که وزارت تحصیلات عالی ارائه کرده از 40 تا 55، ما با ایجاد 33 پوانزه جدید و بالاتر از 100 دپارتمنت تانستیم که اینمی ظرفیت بالا ببریم.
اما هیچ وقت او ظرفیتی که با تعداد روزافزون فارغای وزارت معارف یکسان باشه یا تناسب داشته باشه که ما فرضاً پار سال 40,000 داشتیم، مثال 80 کنیم و 80 ما دو چند یا سه چند بسازیم. ما پیشتر عرض کردم که این وقت گیر است، ممکن نیست، ما کوشش و تلاش خودم میکنیم. وقت معین کنکور فکر میکنم که همون چهار بخش سوالات است، برای هر بخش وقت معین است، مجموعاً فکر میکنم 2 ساعت و 40 دقیقه است با همین وقت داده شده. متاسفانه در بعضی ولایات خود معسلین پارچه ها را وقت تر سپاسگزار هستم. به خاطر که وقت نداریم متاسفانه وقت ما تمام شد و راهکار باقی مانده، هم میتونن دوستای ما راهکارهای خود کوتاه کوتاه بگویند. بهزاد شما و موین صاحب شما و دکتر صاحب مجور، و در این وقتی که شما صحبت میکنین ما از دوستای ما میخواهیم کسایی که دیدگاهشان شریک نشده، اگر فکر میکنن یک وسیله امرایشان وجود داره که یکی از 4 گزینه که ما اونجا گذاشتیم و دلایلی است که شما راه نیافتین به کنکور، لطفا رأیتان را بفرستین و ما اعلان میکنیم. مهربانی کنین بهزاد صاحب، لطفا کوتاه 2 دقیقه وقت دارید. فکر میکنم که از حالا باید مسئولین و دست اندرکاران محترم وزارت هم معارف و هم وزارت تحصیلات عالی افغانستان به فکر بحران بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه های افغانستان باشند. توجه داشته باشید که جامعه ما یک جامعه جوان هست، ما شاهد اشتیاق روزافزون جوانان به آموزش و پرورش و تحصیلات عالی هستیم و برای فردای اینها تدبیری اندیشیده نشده. اجازه بدید که من یک جمله دیگر هم بگم که دوستان ما در وزارت تحصیلات عالی مسئول کادرسازی برای همه بخش های دولت و جامعه هستند. اینها باید در هماهنگی مثلا با وزارت معدن، فرض بکنیم به عنوان نمونه عرض میکنم که چه نیازمندی های وزارت معدن معادن افغانستان داره که اینها متناسب با اون نیازمندی ها رشته های درسی ره بیارد. سوالی که دوست ما داشتن از من، در جواب دوست خود عرض میکنم که نه وکیل، نه وزیر، نه والی، نه قمندان، هیچ کسی حق مداخله در جلسات امتحان کنکور نداره و از دوستان عزیز خود در وزارت تحصیلات عالی میخوام که جدا از سال آینده جلو سخنرانی حتی مقامات رسمی را هم در جریان امتحان کنکور بگیرید. و ننگ صاحب شما اگر راهکارتان لطفا کوتاه‌تر. اول مارکت کار باید پلانی شود و وزارت های سکتوری در این سهم بگیرد تا اینکه سکتور تعلیم پلان خود مطابق با وایر بسازه. برای از اینکه سرنوشت فارغین برای 4,000,000 و 5,000,000 در آینده تا این شود، توسعه تعلیمات تکنیکی و مسلکی به سطح کشور، تقسیم بندی تخصصی از تعلیمات عمومی که بر رشته ها تقسیم شود، موین صاحب اشاره کردن، بودجه امتیازات و مشوقات به سکتور تعلیم به حیث کل مثل که قانون یونسکو و سایر کشورهای دول امر میکنه، فیصدی معین مشخص بلند بره. کم ساختن سالها و زمان تعیین شده برای بعضی از رشته ها، ژورنالیسم 4 سال میخوانن، ادبیات و زبان ها و چیزا یا ضرور نیست به 2 ساله تقلیل بتن که زمینه جذب زیاد شود. شفت ها باید اضافه شود، از 7 صبح شروع شود تا خفتنه. سکتور خصوصی برش سهم بیشتر داده شود، مشوقات داده شود. ایجاد سیستم فعلی به سیستم کردیت تبدیل شود، کس میخواد شب بخوانه، روز بخوانه. ایجاد زمینه است از تعلیم از رای دور. موین صاحب اگر هم یکی از مسائل است که بسیار حیاتی است با عصر تکنولوژی که ما داریم، توسعه زیربناها و خدمات علمی میتونه که بیشتر از این اضافه شود تا اینکه سهم برای شاگرد زیاد سپاس گذار. دکتر صاحب مهجور، فقط راهکار 30 ثانیه وقت دیگه باقی مانده. فقط ما یک نقطه اساسی را میگم که هر ارزیابی که صورت میگیره در رابطه با کیفیت نظام آموزشی در افغانستان، یک ارزیابی بیرونی باشد توسط یک کم تیم بیرونی. هر کس نمیتونه خود خود ارزیابی بکنه و عملکرد خود توجیه بکنه. و رایی که بر خاطر بنبست کنکور در افغانستان ما یک پیشنهاد دارم، میشه اولی که سوالا از 4 جوابه مطلقا تغییر بکنه تا ما بتونیم سطح کیفی و علمیت شاگرد بفهمیم. 4 جوابه 20% صحیح و غلط، 20% تشریحی و 10% اختیاری باشد، شاگرد بتونه چند سوال انتخاب کنه. اما کنکور در فراغت صنف 12 گرفته شود، کسی که 50% پایان نمره را میگیره او ناکام محسوب میشه و در چانس های دیگه داشته باشه بره.
و در اون صورت هر کس آزادی انتخاب داشته باشه بره در دانشکده یا پانزه ای که خودش داره بگیره. پانزه ای که بسیار زیاد سرش رشت زیاد است در اون صورت امتحان خاص خود انتخاب میکنه و نمرات کنکور را که بعد فراغت 12 گرفته او را مدار اعتبار میده. هیچ پانتون شخصی و دولتی حق نداشته باشه و مؤسسات تحصیلی نمالی کسایی که در این کنکور فارغ از سنف 12 ناکام باره سپاسگزار سپاسگزار و آخرین صحبت از استاد داریم. استاد بسیار متشکرم. سلام برای همه. ما فقط همه میگم که جناب دکتر صاحب مهجور گفتن که استراتژی وجود نداره. ما فکر میکنم که اگر دکتر صاحب لطف بکنن به وزارت تحصیلات عالی تشریف برن که ما استراتژی پلان استراتژی ملی تحصیلات عالی را که یک بار سال 2001 شروع شد تا 2010 و بعد از او از 2010 تا 2014 که ما در اختیارشون قرار بدیم که ما جوانا را به کدام طرف یعنی سپاسگزار استاد. من دکتر صاحب مهجور رای دوستای داخل تالار ما به خانش میگیرم. دوستایی که فکر کردین کیفیت پایین آموزش پرورش در مکاتب افغانستان باعث ازی است که نمیتونن به کنکور راه بیابند 28% از دوستایی که گزینه دوم و بازم 28% فکر میکنن که محدود بودن ظرفیت جذب متقاضیان یکی از مشکلات اساسی است. 7% از دوستای در اون تالار هم فکر میکنن که مشکل بودن پرسش ها و موجودیت بعضی از مشکلات و اشکالات در پرسش ها باعث ازی میشه که نمیتونن نمرات درست بگیرن و 17% هم تقلب و واسطه در کنکور یکی از مشکلات اساسی. 21% هم نتونسته رای بده. با سپاس فراوان از شما بیننده های عزیز، از معین صاحب صدیقی، از استاد شمس، از بهزاد صاحب، از ننگ صاحب، از استاد نوربخش و دکتر صاحب مهجور. برنامه امشب با گفته بسیار کلاسیک های چینایی ها به پایان میرسیم که باور چینایی های کلاسیک به این بود که اگر میخواین دشمن شما برای یک سال آینده از بین ببرین باید سلاح بخرین. اگر فکر میکنین که برای 5 سال آینده در پی شکست دشمن باشین باید بالای اقتصاد سرمایه گذاری کنین و اگر فکر میکنین که 50 سال شاه جهان باشین باید سرمایه گذاری های بیشتر در عرصه آموزش پرورش و تحصیلات عالی در کشورها صورت بگیره. تا دیدار بعد، الان نگهدار. Thank you.